همین چند وقت پیش بود که سحر زکریا درگیری شدیدی با شهاب حسینی ایجاد کرده بود و در فضای مجازی بلبایی به پا کرده بود و از ماجرایی صحبت می کند که شهاب حسینی کاری با او کرده که هرگز نمی تواند آن صحنه وحشتناک را فراموش کند اما واقعا شهاب حسینی چه کاری با سحر زکریا کرده است در ادامه به همین موضوع می پردازیم اما قبل از اون اگر به ویدیوهای ما مند هستید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید در سال 1399 پس از درگذشت علی انصاریان فوتبالیست معروف کشورمان بر اثر ابتلا به کرونا سحر زکریا بازیگر ایرانی به دلیل خریداری نشدن واکسن کرونا در ایران اعتراض خود را در اینستاگرام مطرح کرد این واکنش او به موضوع واکسن باساب زیادی پیدا کرد و حتی برنامه خبری 23 نیز به تندی به او واکنش نشان داد زکریا بعدتر در فر فروردین سال 1400 اعلام کرد که به دلیل این اعتراض و از کار کردن منع شده است در آن زمان کشور هنوز در دوران اوج کرونا به سر می برد و واکسن به ایران وارد نشده بود کسانی که امکان مالی داشتن برای دریافت واکسن به خارج از کشور سفر می کردن در همین حین ویدیویی از شهاب حسینی بازیگر مطرح ایرانی در آمریکا منتشر شد که او را با ماسکی که تصویر گیاه ماریجوانا روی آن بود در حال دریافت واکسن نشان میداد این اقدام حسینی مورد انتقاد شدید کاربران شبکه اجتماعی قرار گرفت کاربران او را متهم کردند که در ایران درآمد کسب می کند اما از مزایای زندگی در آمریکا بهره مند می شود پس از انتشار این ویدیو شهاب حسینی در واکنش به این انتقادات شری در اینستاگرام خود منتشر کرد که مضمون آن چنین بود دلا کم به تنهایی که از تنها بلا خیزد سعادت آن کسی یا که از تنها بپرهیزد حسینی بعد از چند روز در مصاحبه ای درباره موضوع واکسن زدن خود توضیح داد اون چنین گفت که هیچ برنامه ریزی قبلی برای دریافت واکسن نداشته و به اصرار یکی از دوستانش که او را برای یک پروژه سینمایی همراهی میکرد در صف واکسن مازاد ایستادند تا شانس خود را امتحان کنند در مورد ماسک جنجالی حسینی توضیح داد که بعد از خروج از خود رو متوجه شده ماسکی ندارد و تنها ماسکی که در ماشین بود همان ماسک که یکی از دوستانش قبلا به او هدیه داده بود او بین استفاده از ماسک و استفاده نکردن از آن تصمیم به استفاده گرفت در نهایت حسینی ابراز امیدواری کرد که شرایط واکسیناسیون مناسب با بهترین واکسن ها برای مردم ایران فراهم شود تا بیش از این دچار خسارت نشوند مدتی بعد شهاب حسینی در پستی اینستاگرامی به صورت غیر مستقیم به انتقادات درباره واکسن زدنش در آمریکا پاسخ داد و همچنین اعلام کرد که قصد دارد از این شبکه اجتماعی خداحافظی کند او دقایقی پس از انتشار این پست صفحه اینستاگرام خود را حذف کرد سحر زکریا نیز در واکنش به رفتار شهاب حسینی در پست او را به تناقضگویی در گفتار و عمل متهم کرد و طرفداران او را مافیا خطاب کرد در آن پست زکریا نوشته بود باز هم مافیا بازی و توجیهات مسخره یادتان نیست ایشان پارسار در جسواره به همه از جمله آقای کیمیایی بی احترامی کردن بحث بر سر واکسن زدن یا نزدن نیست بلکه موضوع این است که ایشان رفتارهای متناقض دارند چه چیزی را توجیه می کنید؟ اگر من واکسن می زدم آیا از من هم حمایت می کردید؟ خیر من فقط درباره واکسن صحبت کردم و حتی نوع آن را ذکر کردم. ولی مورد خشم صدا و سیما با وزارت بهداشت قرار گرفتم ما به اندازه کافی به دلیل اشتباهات سلبریتی ها در چشم مردم مغذوب هستیم نان به نرخ روز نخورید اوضاع را بدتر نکنید ایشان کار می کنند، پول می گیرند، بعد هم سر مردم را شیره می مالند و می روند و آمریکا واکسن می زنند. اگر کنار مردم می ماندند و همان واکسنی که بقیه مردم می زدند را می زده بودند، این همه حرف و حدیث پیش نمی آمد. اگر از هم دیگر دفاع نکنید، از چه کسی می خواهید دفاع کنید؟ من از تفاوت هایی که میان ما و برخی بازیگران دیگر از شگفت زده ام. آیا؟ از من هم دفاع کردید که از اشتباه ایشان دفاع می کنید؟ چند وقت بعد سحر زکریا در واکنش به خداحافظی شهاب حسینی از صفحه اینستاگرامش نوشت آخه چه بد شد حالا مردم چیکار کنن که شما نیستید اما خب شما میایید و پول در میآورید شاید هم از مالیاتی که قرار است از کاربران بگیرن ترسیده اید آقای محترم مردم انقدر گرفتارند که رفتن من و شما فرقی به حالشان ندارد ضمنا چند وقت دیگر بر می گردید. چون حتما دوستی به شما خواهد گفت شهاب نرو شما هم قانه خواهید شد اما اخیرا زکریا دوباره شهاب حسینی را هدف انتقادات خود قرار داد او در استوری اینستاگرامش بخشی از پشت صحنه سریال گناه فرشته که شهاب حسینی در آن بازی کرده بود را منتشر کرده و نوشت آقای حسینی شما اینجا برایتان دست میزنند این جماعت نمیدانند که در خیابان با من چه کردید فراموش نخواهم کرد می توانستم شکایت کنم اما نکردم چون باور دارم دنیا کوچک است و ما باز هم دیگر را خواهیم دید شما با الفاظ رکیک به من حمله کردید و این را فراموش نمی کنم فعلا بتازید سحر زکریا پیشتر نیز در پستی در اینستاگرامش نوشته بود یکی از هایی که ذهنم را مشغول کرده این است که می گویند اگر در زندگی رنجی ببری خوب است چون تجربه هایت زیاد می شود و پخته تر می شود. شبید. ولی این تجربه ها قرار است به چه دردی بخورد نیمی از زندگیم گذشته است رنج کشیدم و پر از تجربه شدم اما تا به حال این تجربیات فقط باعث شده است که زندگیم سختتر شود چند روز دیگر هم که می میرم اگر این تجربه ها برای آن دنیا است باز هم به دردمان نمیخورد چون اگر به جهنم برویم در حال سوختنیم و پدرمان جلوی چشممان میآید اگر هم به بهش برویم این تجربیات بیفایده است چون قرار است در تن اون باشیم حتی اگر اعتقاد داشته باشیم که با مرگ همه چیز تمام می شود باز همین تجربیات در قبرمان به کارمان نمیآید به نظر من هیچ چیز وجود ندارد تنها دی در این دنیا خوش میگذرانند و برخی دیگر دچار مشکلات و رنج ها نمیدانم چرا اما در نهایت میخواهم بگویم که نباید مانند توتی رفتار کنیم و هر مسلبی را بی فکر بپذیریم باید فکر کنیم شک کنیم و از مغزمان استفاده کنیم نه اینکه آن را بی بگذاریم اما پس از پخش سریال در انتهای شب بود که سحر زکریا به لمس بازیگران زن و مردی که پارسا پیروز نیلوفر و زین زینالابدین در آن ایفای نقش میکردن واکنش نشان داد و جنجال جدیدی ایجاد کرد او با تنه در این اینستاگرام خود نوشت چقدر خوب یادمه که ما وقتی بازی میکردیم دست به هم زدن که هیچ الان گمانم آزاد شده فقط نمیدونم چطور میشه که میشه من سحر زکریا فریما فرجامی و هزار بازیگر دیگر را زنده زنده به گور کردید نیستم و نخواهم بود حقم را از سینما خواهم گرفت اما سهر زکریا چرا انقدر شاکی است سهر زکریا بازیگر معتقد است که حقش در سینمای ایران خورده شده و دلایل مختلفی برای این ادعا دارد زکریا بارها تاکید کرده که در سینمای ایران روابط و باندبازی نقش عمده ای دارند و بسیاری از بازیگران به دلیل نداشتن ارتباطات قوی و نفوذ لازم از پروژه ها کنار گذاشته می‌شوند. او به خصوص به این موضوع اشاره کرده که در سینما ای ایران همه چیز بر اساس رابطه است و نه ضابطه زکریا همچنین به موضوع خشونت و آزار جنسی در سینما پرداخته و از اینکه زنان سینماگر با این مشکلات مواجه هستند صحبت کرده است او معتقد است که این مسائل نیز باعث محدودیت ها و تبعیض هایی در زمینه کاری او شده است سحر زکریا از عدم حمایت همکاران و مدیران سینما نیز گلایه کرده و میگوید حرفهای او درباره ناامنی و فضای ناسالم سینما مورد پیگیری قرار نه گرفته و کسی از او حمایت نکرده است این موارد نشان می‌دهند که زکریا با چالش های بسیاری در صنعت سینما و تلویزیون ایران مواجه بوده و احساس می‌کند که به او ناحقی شده است دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت می‌کنید اگر می‌خواهید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش را بزنید تا برنامه بعدی بدرود